سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم یکی از مهمترین سوالاتی که بسیاری از کسانی که در کشورهای مختلف دارن به تصمیم سازها مشورت میرن دوست دارن پاسخش رو بدونن عجب چون طولانی شد به عجب دوست دارن پاسخش رو بدونن این هست که اولویت الان چیه الان اولویت چیه ما الان ما درباره چی صحبت بکنیم به چی باید اولویت بدیم یکی از نکاتی که باعث شده رژیم صهیونیستی در حوزه نظامی این سالها به چالش کشیده بشه در مقابل محور مقاومت اینه که بارها اولویتش در یک سال عوض شده مثلا اینها اومدن تاکید کردن که اولویت اصلی جایی نیست جز مرزهای شمالی یا رفته در مثلا قضیه اتفاقی رخ داده اینا درگیر اونجا شدن چه کسی داره انقدر سریع اولویت ها رو تغییر میده بله محور مقاومت او بر اساس اولویت که داره یه تحریزی میان مدتی انجام داده برای بلند مدتش برنامه ریزی کرده وقتی این تغییرات مدام اتفاق میفته و او به چالش کشیده میشه برای دیگر کشورها هم همینه برای ایران هم همینه بقیه کشورها هم بحثی از این دست رو دارن از سوی های آمریکایی در حال حاضر یک مسئله به عنوان بزرگترین چالش ایالات متحده در عصر مدرن مطرح شده و اون هم هماهنگی و ارتباطی عمیق بین چین، ایران و روسیه است. این دنیا این همه کشور داره این همه قدرت داره این همه گروه های مختلف داره اینها از بابت همراهی چین ایران و روسیه به شکلی ترسیدن که میگه این چالش بزرگ ایالات متحده در عصر مدرن حالا ممکنه بگید حالا چالش ایالات متحده باشه مگه چیه خب ایالات متحده از جهاتی با فرانسه و ایتالیا و کجا و کجا فرق داره و اون هم از این جهت است که این در حال حاضر حرف اصلی رو داره تلاش میکنه در نظام تک خطبی امروز بزنه پس به عبارت ساده ابرقدرت در دنیای کنونی در حالی که غرب و خیلی های دیگر بهش امید دارن یک چالش داره که اگر نتونه حلش بکنه کارش تمومه و بر وضعیت خیلی های دیگر اثر خواهد گذاشت و اون چالش این هست چین، ایران و روسیه بریم گزارش نشنال اینترست رو با هم بخونیم ببینیم که در خصوص این سه کشور به دولت آمریکا چه نکاتی رو گفته و چه هشدارهایی داده ابتدای گزارش رو دوست دارم برای شما بخونم در ابتدای گزارش به این اشاره کرده در زمینه گستردگی شدت پیچیدگی و همگرایی انواع مخاطرات علیه ایالات متحده و متحدانش میتوان بسیار سخن گفت چین روسیه و ایران در کنار هم تلاش میکنند تا نظم جهانی کنونی را بر هم بزنند آقا یه نکته ای رو من خدمت شما عرض کردم و اون نکته این بود ما براندازان نظم نوین جهان هستیم این حرف نه توهم زدیم نه بلوف میزنیم نه علکی داریم حرف زدیم. ما مرزا رو به هم زدیم ما جغرافیای جدید ساختیم ما امروز با انسانهای دیگری که خارج از سرزمین ایران هستن داریم به شیوهی حرف میزنیم که انگار داریم با استانهای دیگرمون صحبت میکنیم و با استانهای دیگرمون همانگی و حرفهای غلطی هم نیست به یک پیکر تبدیل شدیم برگردید به ابتدای 57. درباره آیت الله خمینی یکی دو تا ویدیو با هم مرور کردیم این چند وقته مدام تاکید میکنه رو کلمه ای اسلام مدام تاکید میکنه که محدود به مرزهای ایران نباید بمونه بعد مدام توی حرفهای مختلفش میگه بقیه کشورها به ما بپیوندن به ما بپیوندن یعنی چه این نظم کشور تو عوض کن داره دعوت میکنه از بقیه این کارو بکنن آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد و آمریکایی ها تلاش کردن جلوش رو بگیرن یک براندازی علیه نظم کنونی دنیا بود این گزارش دقیقا داره به همون اعتراف میکنه خیلی جالبه همون حرفایی که میزدیم این دقیقا داره به همون اشاره میکنه بریم بخونیم ادامهشو میگه که اینها در حال حاضر در تلاش هستند تا نظم کنونی دنیا را بر هم بزنن و چالش هایی را برای جهان آزاد بیافرینند به این اقدامات باید بازیگران شرور در حوزه سایبری، انرژی، فضا و تهدید تروریسم فراملی و قاچاق را اضافه کرد. که تصویری نگران کننده تر را ارائه می کند. احیاء رقابت قدرت های بزرگ، تشرید جنگ در مناطق خاکستری و تشدید خصومت ها و جنایات در نقاط داغ جهان نیازمند یک سیاست خارجی قاطع، اصولی و عاقلانه از سوی آمریکا است. گفت تشدید ها در نقاط داغ جهان. این نقاط داغ جهان کجاست؟ مثلا نگفت در اروپا، نگفت در آسیا، نقاط داغ جهان. باید بریم جلوتر ببینیم در ادامه متن بهش اشاره میکنه یا نه ولی من بر اساس برداشت خودم از چیزهایی که اینها در این سالها گفتن و خواندیم دارم میگم اینها سه تا نقطه براشون حیثیتیه ویژه ترینش خاور میان است یکی دیگش جایی هست کنار گوش روسیه که بتونن از طریقش با روسیه بازی بکنن هر کجا خواستن براش یک باطلاقی درست کنم یکی هم یه جایی کنار گوش چی جای دیگری اینها منظورشون نیست ادامه گذاشت بریم ماجرا میشه ادامه گذاشت رو با هم بخونیم میگه که تهدیدهای روبه‌انتشار انتشار در شرایط کنونی فرسایش چهارچوب سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و نارسایی سیاستهای پس از جنگ سرد را آشکار می کند. در طول جنگ سرد سخنرانی های رئیس جمهور آمریکا برای آزادی و رهبری ایالات و متحده در طرحهای دموکراتیک و سازمانهای بین المللی در کنار اتحادهای نظامی پرقدرت وجود داشتند اما پس از آن دوره شرایط تغییر کرده است راست میگه یه موقعی اینها زمانی که پشت تریبون قرار میگرفتن صحبت میکردن اون حرف اثر ویژه ای داشت خیلی ها درگیر میشدن روی خیلی ها اثر میذاشت بازی هایی را به هم میریخت بازی هایی را میساخت الان این شکلی نیست الان آمریکا به طور کامل مدلش و توانش به جهت اثرگذاری تغییر کرده است و وقتی ما میگیم آمریکا منظورمون یک کشور نیست منظورمون کسی هست که غربی ها و خیلی های دیگر نظم کنونی دنیا را وابسته به او مدیریت میکنن پس حالا حرفمون معنا پیدا میکنه بریم ادامش رو با هم بررسی بکنیم میگه امروز ایده ای که میگوید آمریکا هرگز خطرات فزاینده برای بشریت و امنیت خود را نادیده نمیگیرد از روی برخی واقعیات نقش شده است آقا این ایده رو شماها قبول داشتین الان این چیزی که اینجا گفت نشنال اینترست در گزارش خودش داره میگه یک ایده ای هست اون ایده میگه آمریکا هرگز خطرات فضاینده برای بشریت را نادیده نمیگیرد. آمریکا خطرات را نادیده نمیگیرد یا خودش خطری برای بشریت. شما اگر حمله کرده باشید به عراق مستقیم و غیر مستقیم 4 میلیون عراقی کشته باشین، حمله کرده باشین به افغانستان همین تعداد کشته باشین، خطری هستین برای بشریت یا نه؟ کسی هستین که دارین با خطراتی که برای بشریت به وجود آمده مبارزه میکنی. اگر دو تا بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی زده باشین چطور این اصلا خودش خطری برای بشریته چون رسانه دستشه چون دیگرانی که بازنده بودن رو داره روایت میکنه با وقاحت تمام در گزارشش این این اشی هم آمریکایی دیگه این اندیشکده‌ای هم که داریم ازش حرف میزنیم آمریکایی با وقاحت تمام خودش رو به عنوان دلسوز برای بشریت داره معرفی میکنه میگه این واقعیت الان نقص شده الان اتفاقاتی در دنیا افتاده که این رو داره زیر سوال میبره بعد مثال میزنه میگه موفقیت روسیه همراه با ایران و حزب الله در نجات بشار اسد. جنگ همراه با موفقیت مسکو در اوکراین ای یه جایی ما بالاخره پیدا کردیم یکی گفت مسکو هم آقا یه حرکتی تو اوکراین سر اینا هر رو نگاه بکنی اوکراین 20 درصد خاکش رو از دست داده من نمیدونم اینا چهجوری تو گزارششون دارن به خورد افکارومی میدن که اوکراین بازی ورده افکارومی هم شما پیش هر کی بری زلنسکی و قهرمان میدونه هر کی خوراک خبریش از اینا میگیره اینا مفتنی بر حقیقت نیست نمیدونم چهجوری میگن ولی به هر جد اینجا بالاخره یکی ما پیدا کردیم مفتنی بر اقلانیت داره حرف میزنه میگه که توی سوریه که اینا موفق شدن بشار اسد رو نجات بدن جنگ اوکراین رو که نگاه میکنی مسکو موفق شده از طرفی افزایش سریع و گسترده قدرت نظامی چین و اقداماتی که میخواد علیه تایوان داشته باشه از جمله شاخص هایی هستن که آمریکا با آن روبروست. میگه اینا چیزایی که آمریکا رو به چالش کشیده برگردیم به همون حرفی که اول به شما گفتم تو گزارش گفته بود که توی نقاط داغ دنیا اتفاقاتی داره میفته که باید برش یه فکری بکنیم و عرض کردم گفتم نقاط داغ دنیا خاورمیانه است بغل گوش روسیه است و چینه اینجا دقیقا به همین اشاره کرد حالا اصل داستان کجاست تو هر سه تا نقطه داغی که گفت الان ورق بر علیه اینها برگشته ما وقتی از جنگ سوریه صحبت میکردیم خیلی ها مثلا فهم کنن حتی همین الانش خیلی ها فهم کنن چارت تروریست رفتن توی کشوری از ملیت های مختلف جمع شدن چارت سرویس اطلاعاتی هم رفت پشتشون قطر حمایت کرد به لحاظ اطلاعاتی امارات حمایت کرد به لحاظ اطلاعاتی و بودجه که در اختیارشون گذاشت و امکاناتی که داد عربستان حمایت کرد ترکیه حمایت کرد همین اونجا یه جنگ اتفاق افتاد تموم شد رفت اینور ایران بود از رئیس بشار حمایت کرد حالا اونا میگن دیکتاتور اسد از اون حمایت کرد اونورم اونا بودن میخواستن ملت رو آزاد بکنن با داعش و اینا چجوری میخواستن آزاد بکنن من متوجه نمیشم حالا برجد میگن که داستان این شکلی داستان سوریه این شکلی بود نه الان که گزارش رو میخونی مشخص میشه سه تا مسئله حیثیتی اینها داشتن یکیش بغل گوش روسیه است یکی چین یکی سوریه بود روسیه که خودش درگیر شده طبق اعتراف خیلی از اینها پهبات های ایران هم تو این قضیه نقش داشته که بتونه مدیریت بکنه خیلی عجیبه این حرف میگن صحنه نبرد و بعد از اومدن پهبات های ایران وقتی بررسی میکنی عوض شده درباره چین که اثر نظری نداریم وضعیتش مشخصه اونی که در خاور میان رخ داد رو هم ایران درش نقشش مدیریت بکنه ما نگاهمون نسبت به مسائل رو خیلی باید عوض بکنیم وقتی خودمون درباره خودمون حرف میزنیم بعضی وقتا من نگاه میکنم خیلی ترسناک و به عنوان یک ملتی که انگار این ملت یک ملت تحقیر شده یه در هم شکسته به فنا رفته یه هیچی نداره آقا دشمنامو یه چیزای دیگه درباره ما میگن و واقعیت میدان یه چیزهای دیگه میگه در دست که ما به شدت درگیر ویروس خود تاخیر شدیم بریم ادامه گزارش رو با هم بررسی کنیم در ادامه گزارش به این اشاره میکنه میگه که دنیای کنونی بسیار متفاوت با آن چیزی است که در هنگام فروریختن ریختن دیوار برلین تصور میشد این یک واقعیت است که چین پیوسته در حال تقویت زراتخانه های ای و موشکی خود است و برنامه های ای و موشکی کره شمالی و ایران به شدت در حال پیشرفت است چین، روسیه و ایران پوشش دیپلماتیکی برای سیاست خارجی یکدیگر ایجاد می و یک محور ضد غربی تشکیل دادند. آقا دقت کردین چی شد؟ او وقتی به داستان نگاه میکنه، انقدر ترسناک داره قضیه رو میبینه ها. اینها یک محور غیر غربی و یک محور ضد غربی تشکیل داده ما براندازان نظم نوین جهانی هستیم. علکی وارد این بازی نشدیم. سردرگم نبودیم. ما اصلا دعوامون با دعوای پهلوی نبود از 57 به بعد. پهلوی این فروشی بود که باید از متن به حاشیه میرفت چرا چون همینجوری میخواستی ادامه بدی ده سال یه بار یه داد و بیدادی میکردن یه بار اقلیم کردستان میخواست یه چیزی بگه یه بار باکو میخواست یه چیزی بگه یه بار یکی دیگه هر بار یه تیکه از قومیت های ایران رو میدادی یه فارسستان میموندی وسط که تو برش حکومت بکنی در مرزهای اسفهان و سرحدات سمنان و کجا و کجا هم با کسایی که دارن مرزهامون رو تهدید میکنن بجنگی این میموند از ایران و چیزی غیر از این نمیموند یک بهرین فروشی بود پرتش کردیم بیرون با اون که اصلا صحبتی نداریم اصل داستان اینجاست ما بازی را شروع کردیم برای اینکه نظمی بر منطقه حاکم بشود و برای اینکه نظمی حاکم بشود نظمی باید براندازی بشود نه در داخل ایران به وسعت منطقه اگر آمریکا دهها پایگاه در این منطقه داره وقتی ما به این اشاره می کنیم که باید حوزه تمدنمون احیا بشه که انجامش دادیم بخشیش رو انجام دادیم وقتی داریم به این اشاره میکنیم که باید نظم جدیدی حاکم بشه و ترجمه دیگرش این است که این باید از منطقه بره چیزی که الان اتفاق افتاد من شنیدم که اینا با سعودی هم یک بحثی دارن پیرامون مسئله هستی که سعودی داره سعی میکنه که اینو به اونا بقبولونه که یه امتیازات خیلی خاصی ازشون بگیره بعد حالا کارهایی بکنه بعد از این همراهیایی که با ایران داشتی که آمریکا هم خوشحال بشه که من شنیدم ایران ظاهراً به اینها گفته که ببین انرژی هسته اینا آمریکا کجای داستانه بیا من خودم تجربیاتم در اختیارت قرار میم با هم میریم جلو میگیم دنیا دستی کیه نه به این معنا که ایران به اونها اعتماد کرده ها یا مثلا ایران به اونها امید داره نه من یه چیزایی دارم میتونه به در بعضی ها بخوره و میدونم تا چه حدش رو میتونم در اختیار دیگران قرار بدم در این فهم دقیقی دارم میدونید دارم به چی اشاره میکنم واقعیات امروز منطقه هر کسی که معقولانه میاندیشیده است را الان دوچار شکر کرده چرا چون با هیچ عقل این اتفاقا سازگار نیست این چیزایی که من الان دارم به شما میگم واقعا با هیچ عقلی سازگار نیست ما خودمونم میدونیم ولی واقعیتی که داره رخ میده اگه میخواید متعجب بشید بریم ادامه گزارش رو بکنیم در ادامه گزارش به این اشاره میکنه میگه که این اقدامات از سوی هر سه کشور افسایش پیدا کرده و نفوذ ایالات متحده را مختل کرده هر سه کشور از تجارت انتقال سلاح و فناوری تمرینات نظامی مشترک و نقض تحریم ها سود میبرند نظام آنها به تازگی در سومین سه رزمایش سهجانبه در خلیج عمان و دریای عرب شمالی شرکت کردند این دریای عرب شمالی که میگه با خلیج فارس فرق داره وقت دوستان اشتباه نکنن بعد بگن اتحلیگر همون تکرار کرد نه این با اون فرق داره ادامش رو با هم بررسی بکنه میگه اینها دنبال این هستن که یک صلحی رم بتونن در اوکراین سوار بکنن حالا اینجا رو داشته باش میگه صلحی که اینا میخوان بر معرکه اوکراین حاکم بکنن صلحی هست که چین داره میاره به نفع روسیه است مگه میشه همچین چیزی صلح صلح دیگه من الان میام میگم یمن عربستان با هم آشتی کنید حالا میگن آقا آشتی نمیتونیم بکنیم کشور ما رو نابود کرده میگم صلح کنید نمیدونم آتش بس کنید نجنگید 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 دیگه نجنگید به اینه یا به اونه نداریم که الان متوقف شد متوقف شده اینجا که برمیگره میگه صلحی که اینا میخوان بیارن به روسیه است ترجمه دیگه اینه الان اوکراین باید جنگش ادامه پیدا بکنه ببخشید فرمون جنگ اوکراین مگه داخل این کشور نیست نه زلنسکی برای مردم او اوکراین تصمیم نمیگیرد زلنسکی یک بازیش است زلنسکی یک ابزاره دیگری داره تصمیم سازی و تصمیم گیری میکند اینجا داره به صراحت به همه اشاره میکنه میگه اون صلح به نفع روسیه است ما باید واسه میگه صلحی که به نفع خودمون راه بندازیم در ادامه یه نکته میگه خیلی جالب میگه که چین و روسیه دارن کارهایی میکنن که این کارها داره منجر میشه به تولید سلاحهای فضایی که میتونه سیستم های دفاع موشکی رو دور بزنه در واقع قدرت نظامی کلی چین در مسیر پیشی گرفتن از ایالات متحده قرار داره این چیزی که این داره میگه من نمیدونم که چقدر داستانش توهمه چقدر واقعیه ولی ظاهرا چین اومده روی چیزی کار کرده که این بره برنامه ریزی بکنه بتونه اجرامی که در آسمون هست رو چند درجه اجرامی که در فضا هست رو چند درجه هدایت بکنه هل بده وقتی مثلا شما بتونی چند درجه هل بدی در یک مسیر طولانی میشه 500 کیلومتر انحراف از مسیر عادی خودش حالا دوتا حالت داره اگر بتونی تو این قضیه موفق باشی حتی از اجرام آسمانی برای ضربه زدن به نقاطی در زمین میتونی استفاده بکنی اگر نه جور دیگه بخوای استفاده بکنی از اجرام آسمانی برای ضربه زدن به ماهواره که اینها تو فضا دارن میتونی استفاده بکنی اگر جور دیگه باز بخوای نگاه بکنی میتونی از همین طریق و همین روشی که داری بهش فکر میکنی اونهایی که اینا در آسمون دارن و منحدم بکنی از مدار خارج بکنی اینا میگن چین داره رو این برنامه ریزی میکنه این جزئیات چیه چقدر کار کرده به کجا رسیده من واقعا نمیدونم ولی همچین حرفایی داره گفته میشه ادامهش رو بخونیم میگه از طرف دیگر روسیه و ایران هم در خاور میانه به ویژه از اسد حمایت کردند و همچنین آنها در حال استفاده از خلأ نفوذ ایالات متحده هستن بعد میگه اگه از این خلاء نفوذ استفاده بکنن چین وارد میشه میگه چین وارد بشه انرژی خاورمیانه میفته دست کسانی به غیر از غرب بعد میگه همه اینها نشون میده که اینا دارن در مقابل آمریکا مقاومت به خرج میدن برای آوردن یک نظم دیگر ادامهش رو ببینید بدتر شدن روابط ایالات متحده با شرکای منطقه‌ای و متحدانش مانند عربستان مانند ترکیه تحرکات جسورانه منطقه ایران پیشرفت پیوسته برنامه هسته‌ای آن از واقعیت های امروز جهان است آن هم از سوی کشورهایی که ارزش های دموکراتیک غرب را قبول ندارند من طولانی ترش نمی کنم فهم کنم تا همینجا کافی باشه به شدت آنچه که پیش روی ما قرار دارد امیدوار کنند است و به شدت می تواند پر استرس باشد چرا؟ چون ورق داره به ضرر بعضی ها بر می گرده و اون کسی که در قدرت بوده انقدر راحت قدرت رو تحویل نمیده. آمریکا اگر بر نظم دنیا سیطره داشته انقدر مفت و تحویل نمیده و به خاطر همین همه فضای مثبتی که میگویم همین اندازه میتواند ملتهب و پر باشد دعا بکنید برای اینکه بهترین ها پیش روی وطن باشه وطن را به حرمت خون شهدایی که در این سالها رفتن که پرشممون بالا باشه دعا بکنید و دعا بکنید که از قبل این مسیری که پیش روی دنیا قرار گرفته است آقایی ایران و آقایی ملت ها را شاهد باشیم خاک پای همه رفقا هستم خیلی مختصم خیلی ردت دارم وقتتون بخیر